سلام دوستان، حالتون چطوره؟ من پیمانم، این کانال سان آف نیچره و امروز اومدیم یک ریسه خیلی ساده در این حال کارساز که از متریال کمتری استفاده میشه توش رو بهتون آموزش بدیم و در نهایت یه تیز کردن قلاب که اینو خودم درست کردم، بهتون یاد میدم چطوری درست کنید. خیلی ساده است، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. بریم که داشته باشیم. خب دوستان، حالا میخوام دو تا حالت جهت استفاده از این ریسه رو بهتون بگم. یکی حالت سینکه که من این کار میکنم، یه دونه بویله سینک اینه داخل نخ ریسه و یه دونه استاپر به این شکل. این حالت سینک. حالا من نخو بلند گرفتم ولی خب باید نخ کوتاه‌تر باشه. در حالت پاپ اگه بخوایم استفاده کنیم، میتونیم یه بویله پاپ و یه بویله سینک نصف کنید، بویله سینکو و بویله پاپو بهش بچسبونین و بویلتون رو پاپ کنید. و میتونی حالت اسنومن استفاده کنی، میتونی یه بویله پاپ ادامه این بزنیم که این به این شکل کف بستر واسه که میشه حالت اسنومن. ولی من یه حرکت دیگه میزنم که خیلی بهتر میشه و الان بهتون میگم. میدونه از این فوم ها که خاصیت پاپ خیلی خوبی هم داره، سوراخ میکنید و میزنید ادامه بویلت به این شکل و استاپر تمام. و در نهایت میتونید یه سرب تنگستن یا سرب چاکتار، البته من سرب تنگستن رو پیشنهاد میکنم چون بهتره، سرب چاکتار ممکنه نختون رو پاره کنه. خب حالا بریم سر وقت تیز کردن قلاب که بهتون گفتم. شما میتونید یه تیکه چوب به این شکل تهیه کنید از نجاری و برین ابزار فروشی و بهشون بگین که سنباده پوست آب بخواید روی این
میبرین، میچسبونین و خیلی راحت میتونین قلابتون رو تیز کنین. البته قلاب من چون از پشت تیز میشه، یعنی احتیاج به بغل ها نیست، بعضی از قلاب ها احتیاج به تیز شدن از بغل هم داره، میتونین پشت چوب یه شیار ایجاد کنید و اینو بچسبونین روش و قلابتون رو توی شیار بکشید که از دو طرف هم تیز بشه. حالا میریم سراغ تیز کردن. قلاب میگیرین و به سمت چشمی آهسته میکشید. سه الا چهار بار کافیه. میبینین که قلاب تقریبا تیز شد. میبینین دوستان که کاملا قلاب تیز شد. هیچ موقع دوستان قلابتون رو خیلی نازک نکنید، چون احتمال داره به کف گیر کنه و سرش کج بشه. همینقدر که نوک قلاب تیز بشه و به اصطلاح نمیشه زنبور بشه کافیه. کل قلاب رو نازک نکنید به هیچ عنوان، چون سرش ممکنه کج بشه. و زمانی که کار تیز کردنتون تموم شد، همیشه قلاب و این جنسش فولاده، میتونید از زاج سرد استفاده کنید که دوباره مشکیش کنید که زیر آب رفت زنگ نزنه، چون ممکنه کند بشه. یا میتونید از روغن‌های بیبو یا مثلا کرم‌های بیبو استفاده کنید، نوکش رو چرب کنید که زنگ نزنه. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. بچه‌ها اگه کانال منو سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش هم فعال کنید تا من هم به پست جدید بذارم مطلع بشید. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. امیدوارم که براتون کارساز باشه و بتونید سیف های خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.